تمام اپوزیسیون ها تلاش کردند تا وقایع دی ماه 96 را به نام خود ثبت کنند، به طوری که بیش از 2000 فراخوان فقط در عرض چند ماه صادر کردند، از جمله فراخوان مومیایی رضا شاه و تجمع روبروی مجلس برای قرارداد خزر. اما حتی یکی از آنها هم با استقبال مواجه نشد. البته لیدر ریاست سالها قبلتر درباره بازی دریای خزر و خلیج پارس صحبت کرده بود. گردیم به دوره‌ای که می‌خواستن دریای کاسپین یا خزر یا مازندران تقسیم کنن بدن روسا. در خارج از کشور پول داد راجع به خلیج فارس حرف بزن. اینا برای اینکه مردم رو حواس مردم و نوع نگاه مردم بردارن از دریای خزر یا مازندران بیارن جای دیگه که حواسشون نباشه قرار داده که جاسوس ها بسته بودن از 20 سال پیش که کی این تقسیم بندی انجام میشه، خلیج فارس رو علم کرد. وی به خوبی آگاه بود که فراخوان های کور نه تنها باعث کشتار مردم خواهد شد، بلکه باعث فروکش خشم اجتماعی می شود. از آنجا که سید محمد حسینی نمیخواست در این قمار بازی با جان هموطنانش دخیل باشد، وارد چالش سکوت شد. چالش سکوت ما برای این است که رسانه های جهان باید ما را به رسمیت بشناسند، زیرا که اگر رسانه های جهان ما را به رسمیت نشناسند، در داخل ایران هر تظاهراتی که تولید کنیم دیگران در خارج به نام خودشان میزنند.